امسال 250مین سالگرد بتوون مشهورترین آهنگساز موسیقی کلاسیک جهانه. قرار بود به این مناسبت صدها برنامه در بزرگداشت او در سراسر آلمان برگزار شه که کرونا بیشتر اونها رو ناممکن کرد. اما یک آهنگساز ایرانی به همین مناسبت آلبومی ساخته به نام این بتوون نیست. مریم انصاری از برلین گزارش می‌دهد. وقتی اندیشه ای از خاطرم می گذرد آن را به صورت نوت‌های موسیقی تصور می کنم. بتوون، نابغه موسیقی کلاسیک جهان که در زمستانی سرد و کرونا زده 250 ساله می شود. اگر می شد پلی زد میان بتوون و پیشتازان امروز موسیقی کلاسیک، اگر بتوون را به قرن ما دعوت می کردیم، قطعات او چگونه بازنوشته می شدند؟ اونا فانتزیا ساخته آرش صفایان بر اساس سونات مهتاب بتوون. این بتوون نیست آلبومی است برگرفته از آثار بتوون که آرش صفایان با تغییرات و آرایشی جدید از قطعات اصلی ساخته. قطعاتی که گاه نزدیک به سرچشمه اصلی است، گاه از آن فاصله می‌گیرد، گاه نرمتر است، گاه امواجش بلندتر بر ساحل می‌نشیند. چالشی بزرگ در مواجهه با بتوون و درگیر شدن با ساختار پیچیده موسیقی او. این آلبوم با همکاری ارکستر مجلسی زوریخ و پیانیست مطرح آلمان سباستین کناور به ثمر نشسته. برای من زندگی بتوون و تاریخ قطعاتی که ساخته سرگذشت یک رهاییه. رهایی از قالب‌ها و قیدهای اجتماعی زمان خودش. نقطه اوج این پروسه در محتوای سمفونی شماره 9 او انعکاس یافته که همه میشناسیم. برادری و همبستگی همه انسان‌ها. و همینطور رهایی موسیقی کلاسیک از قالب‌هایی که تا اون زمان رایج بوده. مثل موسیقی هایدن، موزارت و موسیقی کلاسیک وین و غیره. چیزی که برای من جالبه اینه که بتوون برای این رهایی با خودش درگیر شد. به صادقانه ترین و شخصی ترین شکل. از آرش صفاییان به عنوان یکی از خلاق‌ترین آهنگسازان معاصر اروپا یاد می‌شود. او قطعات بسیاری برای ارکستر سمفونی، اپرا و موسیقی فیلم ساخته و جوایز بسیاری برده. Davor hier. Die Stelle, da spielst du vorne Beethoven mich natürlich. In meiner Kindheit sehr کودکی من از بتوون تاثیر زیادی گرفت. با شنیدن موسیقی او که پدرم برام می‌ذاشت. یادم یک فروشگاه در تهران بود به اسم بتوون که کاست‌هایی داشت که عکس بتوون روش بود. عکس مردی با یک نگاه جدی. با گوش دادن به آلبوم شما آدم احساس می‌کنه که این هم بتوون هست هم نیست. میشه بگیم با کارهای بتوون واقعا چیکار کردین؟ خیلی ساده جواب بدم. من میخوام پاستا درست کنم. حالا یه وقت با سس گوجه فرنگی، یه بار با یه سس دیگه. پاستا همیشه پاستا میمونه ولی با طعمای مختلف. این در موسیقی هم صدق میکنه. من یک قطعه 3 یا 4 ثانیه‌ای از بتوون گرفتم و اون ایده‌ای که بتوون 250 سال پیش داشته بیرون کشیدم و ازش نسخه های مختلفی ساختم که از فکر و ایده من تأثیر گرفته. در ضمن بتوون خودش همین کارو کرده. او واریاسیون های زیادی نوشته از کمپونیست هایی که پیش از او بودند. او ایده ای رو از اونها گرفته و از اون قطعه جدید ساخته. این یک چرخه بی انتهاست. آرش صفایان میگوید هنرمندان مسئولیتی دارند چون می توانند روایتگر زمان خود باشند، چه در موسیقی چه در زندگی. بتوون درست در همین زمانه و اتفاقا به ما ایرانی ها نشون میده که چقدر مهمه برای آزادی خود، برای انسانیت و برای همدردی و همبستگی اجتماعی بجنگی. تمام داستان زندگی او رسیدن به انسانیت و آثار او بیان جهانی انسانیت. Thank you.
مریم انصاری، برلین.